همینطور تصویرهای دیگر همه جا. سازنده شهیاد امروز همیانانم با ماست آقای مهندس حسین امانت. سلام بکنم آقای مهندس حسین امانت عزیز از راه دور آمد. چه خوشحالم دراتون میکنم. خوبی؟ خیلی. چای آقای حسین امانت رو دیدم اول از همین پرسیدم شما چند سالتون بود وقتی شهیاد رو شوارن میگاه میکنید؟ آقای امانت سن و سالی ندادن و گفتن 24 سال. دهانم از حیرت باز با 24 سال. بله. خودتون وقتی شهیاد رو نگاه میکنید چه احساسی بهتون دست میاد؟ که شده مأمن آرزوها، مفری شده برای تمامی کسانی که دنبال آزادی میگردن، حقوق بشر و و. بله، البته خیلی خوشحال میشم که به این محبوبیت رسیده. در حقیقت نمیشد پیش بینی کرد وقتی این کار میکرد، ولی الان یه جوری به خاطر اینکه به عمق فرهنگ ایران مربوط طرحمون، فکر میکنم این دلیل اینه که با مردم رابطه برقرار شده. مثل نمیخوام بگم، مثل هر چیزی که مربوط به آب و خاک ایران هست، اگه مشترک بین ما دوستش داریم و این فکر میکنم به این دلیل یه محبوبیتی پیدا کرده. شما 24 سالتون بوده؟ بله. چند سالتون فارغ التحصیل شدید رشته معماری؟ همون سال. همون سال فارغ التحصیل بله. شده بودید؟ بله. و این پروژه عظیم رو شما دادن؟ بله. عجب اعتمادی بله. کردن. بله. خود شما چه حالتی داشتید؟ من خرداد فارغ التحصیل شدم. از کجا؟ از دانشگاه تهران. تهران. بله. دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران. و این مسابقه رو چند ماه بعد اعلان کردم و بنده این مسابقه رو در حالی که فکر میکردم دارم میرم امریکا برای ادامه تحصیل کشیدم. چقدر وقت داشتی برای کشیدن؟ دو ماه. دو ماه فقط؟ دو ماه. یعنی فرصت مشورت هم کردید یا نه؟ به تنهایی رفتید در بستید و شروع کردید؟ ببینید، به تنهایی ما توی دانشکده وقتی کار میکردیم همه دوستانمون رو میدیدن ما چی کار میکنیم و راجع به کار شما صحبت میکنن و من با یکی دو یا سه چهار تا از دوستام میامدن، من تو منزل اینو میکشتم، میامدن میدیدن من چی کار میکنم و اونا هم کمک کردن. وقتی که شب آخر من خیلی دیر به این فکر رسیدم و اینی که لازم به کمک بود که اینو بکشیم و به موقع برسونیم. این هست که یه دیگه زیادی اومدن که فکر کنم 21 نفر یا 20 نفر شد. 20 نفر. ده. امیدوار بودی ترسو برنده بشه؟ شما همیشه میکشین به یک امیدی دیگه، ولی وقتی که من کشتم اگرم اصلا موفق نمیشدم زیاد تعجب نمیکرد. نمیکرد. یه مقداری نه برای خاطر فقط خوبی یا بدی تر، اینی که فکر میکردم شاید روابط شاید طوری نباشه، میدونین که من این قدرت رو نداشته باشم. پارتی نداشتید؟ آها، اینو میخوام. بله. پارتی فکر میکردم، ولی فکرم خب حالا یه ایدهی هست میکشیم ببینیم چی میشه. بله. همینان هم حالا نکته دومی که باورتون نمیشه، هزینه‌ای که شهیاد برداشت برای مملکت قیمت یه آپارتمان بود در منهتن نیویورک 7 میلیون دلار. 7 میلیون تومان. 7 میلیون تومان. 7 میلیون تومان. یعنی 1 میلیون دلار. عجب. بله. خیلی عجیبه. من خودم هم، ولی این تازه میدونید که این بنا 4 تا آسانسور توش هست. 4 تا آسانسور. بله. خود این آسانسور و خود بنا و سنگ خیلی حجیم و عمیقی که روش گذاشتن و بتونی که ریختن و تمام این حرفا 1 میلیون دلار شد. جوانی هم دید. میدونید من خودم هم به یه مدتی اینو اشتباه کرده بودم، چون ببین چند سال گذشته، حدود
1971 تموم شده شد. 1971 تموم میشه 39 سال 39 سال. بله این سالی بوده که جشنهای 2500 این سال 40 سال دیگه حدود 40 سال 40 بله. چقدر طول کشه ساختنش؟ ساختنش قراردادش 30 ماه بوده و توی همون 30 ماه هم تمام شده. دقیق 30 ماه. بله ولی از وقتی که من اینو ترک کردم تا وقتی که این بنا تمام شد 5 سال طول کشید. چون یه مدتی اصلا من قرارداد نداشتم و یه سال حدودن نمیدونستم اصلا این کار به من میدن یا خیر. و بعدم تا طرح شد و تا مناقصه گذاشته شد و تا شروع کردیم کشید به 30 ماه قبل از جشن‌ها. بله البته این همت من نبوده، همت آقای مهندس پورفتحی واقعا روانش شاد باد، مردی مجری. ایشون مقاطب کار بودن. چند سالشون بود؟ ایشون اون وقت فکر میکنم 60 سال. 60 سالشون. بله ایشون هم فارغ التحصیل دانشکده فنی بودن و پر از شوق و گذشت و در حقیقت توجه به اصل کار غیر از مسائل مالی. چون میدونی شما وقتی مقاطع کار میشین بالاخره باید یه ذرم فکر برای این مقاطع کار میشین پول دارین. ولی وقتی که یه نفر مقاطع کاره بله یه نفر که مقاطع کاره و به خاطر اهمیت بنا فقط به رسوندن اون کار و درست ساختنش توجه میکنه و زیاد آرشیتکت اذیت نمیکنه اینجا رو عوض کردی اینقدر بیشتر میخوام، چون این اتفاقا خیلی میفته و دست بال آرشیتکت رو میبنده مقاطع کار اگر خیلی از این ادعاها بکنه. و آقای منصورفتحی اینطوری نبودن. ایشون البته یکی از شرکای شرکت ما بودن و کسی که مسئول این کار بود ایشون بود. بله بسیار مرد شریفی بود. شما خودتون موقع با خانواده زندگی میکردی؟ بله. در تهران؟ بله. کجا خونتون بود؟ خیابون پاستور. اونجا بودی؟ کوچه کوروش. این ترم در اونجا ریخت؟ بله. کار کردید؟ بله بله بله. برادر خواهر هم داشتی؟ بله من دو برادر و دو خواهر. دو خواهر داشت. بله. خیلی اولا یه نمره 20 باید اون دستگاهی داد و به اون نظامی که به یک جوان 24 ساله اعتماد بکن فکر کنید. و عجیبه، من نمیدونم چه درباره این کارهایی که صورت میگیره نقش جوانها در انجام این پروژه ها سکوت میشد، تبلیغاتی نمیشد، هیچی گفته. ببینید چقدر اثر داشت روی نسل جوان. جواب مملکت حاضر به شما اعتماد کنه، به شما اعتقاد داره، به کارتون. نمیدونم بدن به یه طراح خارجی با 1,000,000 یعنی واقعا قیمتی آپارتمان در اروپا فوق العاده بوده. البته 42 سال قبل دیگه. 42 سال بله. همین تفاصیل 42 سال قبل. خب به این شهیاد رو خیلی ها من میدونم از بیرون دیدم، مثل خود من. من شهیاد همیشه از بیرون دیدم و بیشترم در عکس ها دیدم، خیلی به ندرت چون تعداد سالهایی که در ایران هم بودم خیلی کم اندک بود. و میخوام ببینم در درون این شهیاد چی میگذره، چیزی هست که ما ندونیم تو این شهیاد، چیزی به یادگار گذاشته باشی؟ از این کام که اون راهی که میبینید میره پایین توی میدان. خب این به یک حیات داخلی میرسه که خیلی شبیه حیات های ایرونیه، یک آبنما وسطش داره. خب اون پلهی که میبینید میره به قسمت تاریکی که اونجا الان توی میدان نشون میدم. بله. و بعد شما تو میرین یه موزه هست پایین. خب که در اون موزه آثار تاریخی که راجب ساختمان بود و خط با هم ترکیب شدن نگه دارم. اولا که لوحه کوروش دوره جشن وسط اون موزه بود و بعد که ملاحظه میکنید این اون موزه است. این موزه است. بله. و توی بقیه موزه از خطای میخی تا خطای کوفی و خطای چیز آثار خیلی مهمی که از موزه ایران باستان انتخاب کردن توی ویترینای این موزه گذاشت. و طبقات بالاش اگر برگردیم روی قوس اصلی یک این باز دیده موزه است. بله نه
باید داخل